آینده از آن کدام است؟ چین یا آمریکا؟ مقایسه این دو ما را به چه نتایجی می‌رساند؟ سلام. در پی دریافت نامه‌ای از جیمی کارتر رئیس جمهور سابق آمریکا، پرزیدنت ترامپ به او زنگ می‌زند. هر دو موافقند که چین دارد از آمریکا سبقت می‌گیرد. بر اساس آنچه از این مکالمه می‌دانیم، کارتر در ادامه می‌گوید از 40 سال پیش که بین چین و آمریکا روابط عادی برقرار شد، چین حتی یک سنت خرج جنگ نکرده، ولی آمریکا به طور مداوم در جایی از جهان در حال جنگ بوده و 3 تریلیون دلار خرج این جنگ ها کرده است. اونها که آینده را از آن چین می دانند، وقتی چند ماه پیش این ماجرا را از زبان جیمی کارتر شنیدند، خوشحال شدند. اما آیا این داستان چیزهایی را ناگفته نمی گذارد؟ شتاب رشد اقتصادی چین رو به کاهش است. جمعیت آن به دلیل احساس ناامنی اقتصادی ترجیح می دهد پسنداز کند تا خرج، و این اقتصاد کشور را کمبنیه میکند. رهبران چین میلیون ها نفر را که امید به توسعه سیاسی داشتند ناامید کردند، و میلیون ها مسلمان را یا در اردوگاه های بازپروری یا در شهرهایشان در معرض محدودیت های عقیدتی گذاشتند. اینها کافی است تا پیچیدگی های این سوال که آینده از آن چین است یا آمریکا را دریابیم. در برنامه این هفته یونس جلالی، کارشناس انرژی که هم در چین و آسیای شرق و هم در شرکت‌های غربی در اروپا کار کرده، می‌گوید جمعیت کثیر، ثبات و دولت مقتدر مرکزی چین را از بسیاری آرزوهایی که در غرب می‌بینیم در امان نگه می‌دارد. سارا بازوبندی، اقتصاددان در مؤسسه شورای آتلانتیک در اروپا که تحولات چین را خوب دنبال کرده، معتقد است این عوامل اتفاقا ممکن است به پاشنه آشیل چین تبدیل شود، حال آنکه سازوکار دموکراتیک در آمریکا به آن امکان تکاپو برای تصحیح خطا می‌بخشد. خیلی خوش آمدید آقای جلالی. شما ابتدا توضیح بدید بر چه اساس این نظر رو دارید. بله، خب اول خیلی ممنون از دعوت در برنامه‌تون و سلام به بینندگان عزیز و خانم بازوبندی. برای من البته اینجا به عنوان ساکن به اصطلاح خاور دور شرق آسیا اینجا شرکت میکنم. در 12 سال در چین و ژاپن و ویتنام زندگی کردم و همینطور چندین سال در آفریقا و کار کردید و کار کردم. بله، در صد حرفه‌ای در حوزه نفت و گاز و غیره و اینا، انرژی. و خب در آفریقا هم البته حضور چین خیلی مهم هستش، بارز هست و اینم خیلی مهمه. یعنی الان 1 میلیون چینی فقط در آفریقا ساکن هستند، فعالیت میکنن. و به طور کلی بر اساس این برخوردها و مشاهداتم به این نتیجه کلی رسیدم که در عرض دهه‌های آینده ما همه باید انتظار این رو داشته باشیم که وزن چین در صحنه بین‌المللی بزرگتر و بزرگتر باشه، پررنگ‌تر بشه، و مخصوصاً در حوزه آسیا و راسته آسیا اروپا که آفریقا را هم در این مجموعه قرار دادش، یعنی افرو یوریژیا، یعنی این دید استراتژیک چین رو این منطقه هستش. و علت کلیش هم این هستش که به هر حال چین یک کشور معمولی نیستش. اولا یک بنیه جمعیتی نیروی انسانی خیلی عظیمی داره، یک پنجم بشریت هستش، کشوری که تاریخ خیلی طولانی داره، مثلا دولت مقتدر مرکزی بیش از 2000 سال اونجا قدمت داره، و مخصوصا در از 100 سال اخیر بعد از به هر حال 100 سال خفت و خاری و بلایی که سرشون اومد توسط اروپایی ها، مثلا انگلستان و همسایگانشون مثلا ژاپن، اینها تونستن خودشونو جمع و جور بکنن، استقلال خودشونو به دست بیارن، تبدیل به قدرت خیلی بزرگ اقتصادی دنیا بشن، دومین قدرت بزرگ اقتصادی دنیا، و هم اکنون در شرف این هستن که تبدیل به قدرت خیلی بزرگ دریایی دنیا هم بشن. بنابراین من فهم میکنم وقتی که طول مدت این رو نگاه میکنیم و گامهایی رو که برداشتن و پایه‌ای بودن این گامها رو نگاه میکنیم، خیلی به نظر من
بعید میاد و یه مقداری ثقیله که تصور بکنیم که خب دیگه اینا به آخر خط رسیدن و به اصطلاح دیگه به بنبست خوردن، راهشون رو گم میکنن، دوچار سنگلاخ شدن و جهت عکس رو خواهند گرفت. البته زمینه های آسیب پذیری دارند، ولی نسبت به اون زمینه ها کاملا آگاه هستند و در قبال اونها تدابیر خیلی جدی کردن. در کلیتش سه زمینه هستش، یکی در زمینه اقتصادی هستش، یکی در زمینه نظامی یا امنیتی هستش و یکی در زمینه اجتماعی، ثبات اجتماعی، که اینا البته جزئیاتش هست میتونیم در این بحث ولی معتقدید رهبران چین آگاه هستن و قدم هایی بر میدن؟ کاملا آگاه هستن، کاملا برنامه ریزی میکنن و با جدیت زیاد و به صورت خیلی خونسردانه و هوشمندانه و زیرکانه این برنامه‌شون دارن اجرا می‌کنن. یک ویژگی چین این هستش که نه فقط می‌تونن طرح بریزن و خیلی هم طول می‌کشه به یک نتیجه‌ای برسن، خیلی امتحان می‌کنن، پایلوت پروژه می‌کنن جو چیزها، ولی وقتی به یک نظری رسن دیگه از لحاظ قدرت اجرایی خیلی بالایی دارن. یعنی دولت در واقع تفاوتشون با هند، ببینید توان در یک زمان اینها به اصطلاح مستقل شدن، ولی خب چین کجا هند کجا، می‌دونید؟ چون هند اون قدرت مرکزی رو نداره، سیستم خیلی فدرال‌تری هستش. البته خب اون یک بحث دیگه ای، ولی حالا میتونیم وارد جزئیات این زمینه‌های آسیب پذیری و اینکه اینها چه به اصطلاح گام‌هایی برداشتن. ولی نکته‌ای که من می‌خوام همون اول کارم داره تاکید بکنم اینه که اگر چین قراره راه افت و افول رو طی بکنه و بیاد پایین یا بکشنش پایین، سوال اساسی اینه که کی قراره بکشتش پایین. و تنها نیرویی که در صحنه بین‌المللی میتونه چنین تصوری بکنه، خیالی داشته باشه، ایالات متحده آمریکا هستش. البته نه به تنهایی، بلکه به عنوان سرکردگی یک جریانی. و بنابراین ما باید توجه بکنیم که آمریکا خودش با معضلات خیلی اساسی روبرو هست، در درجه اول در حوزه داخلی. یعنی این سیستم سرمایه‌داری که از 40 سال پیش از زمان دوران ریگن به اصطلاح یه حالت دی رگولیشن درش به وجود اومده، میدار بی بند و بار شدش و اون انضباطی رو که قبلا محدودیت هایی که داشت برداشتن و یک سیستم به اصطلاح عالمگیر، گلوبلایز سرمایه‌داری عالمگیر شده که یه سیستم سرمایه‌داری طبعا غیر ملی هستش و یا حتی میشه گفت ضد ملی. این واقعا لطمه خیلی بزرگی به جامعه امریکا زده، به بدنه جامعه امریکا زده، یه شکاف بزرگی اونجا به وجود آورده و این به هر حال در هم در از لحاظ قدرت اقتصادی امریکا و حتی در قدرت نظامی امریکا در دراز مدت واقعا اثراتشون نشون خواهد داد. بسیار خب، راجع به این صحبت خواهیم کرد. خانم بازوبندی، شما چرا معتقد هستید که خیلی از این عواملی که به عنوان نقطه قوت چین برشمرده شد در واقع در دراز مدت نقطه قوت نخواهد بود و برعکس عمل خواهد کرد؟ من معتقدم که قرار نیست که یک قوه خارجی بیاد و چین رو از جایگاهش بکشه پایین. همونجور که فرمودن آقای جلیلی، اون رقیب اصلی چین هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه سیاسی در سطح بین‌المللی ایالات متحده است. حالا تا یه حدودی شاید روسیه هم میشه گفت که یک رقیب و یک داعیه رقابت حداقل هست، ولی هر دو اینها به هر حال با چالش‌های خودشون مواجه هستن، با مشکلات خودشون مواجه هستن. ولی اونچه که در چشم‌انداز امروز چین میشه برای 10 سال 15 سال آینده به عنوان بزرگترین خطر پیش رو ازش به اصطلاح صحبت کرد، وضعیت داخلی اقتصادی و اجتماعی خود چین هست. حالا چرا من به این قضیه معتقدم؟ به این دلیل که چین کشوری است که بزرگترین سرمایه‌اش برای اینکه چین رو امروز به چینی که امروز هست تبدیلش بکنه، نیروی ارزان کار در این کشور بود. یعنی دولت چین از سال 78 تقریبا همزمان با انقلاب 1978، یعنی همزمان با انقلاب اسلامی در ایران، اومد و سعی کرد که واحدهای اقتصادی مختلفی با کیفیت‌های مختلف بنابر اقتضای نیازهای کشورهای مختلف در اقصا نقاط جهان تأسیس بکنه و کارگران و نیروی کار چینی رو، حالا بعضی‌ها با توانایی‌ها مهارت‌های بالاتر، بعضی‌ها با توانایی مهارت‌های حداقل به کار بگیره و از طریق صادر کردن کالاهای ارزان قیمت چینی به اقصا نقاط جهان در وهله اول، یعنی این قدم اولیه و اون جهش اصلی اقتصادی و موتور اصلی محرک اقتصادی این بود.
بعد خب حالا به مرور چین اومد در حوزه های مختلف، مثل همونجور که شما فرمودین حوزه امنیت، امنیت دریایی، حتی هوافضا. الان چین یکی از داعیه های فرستادن ماهواره و تحقیقات فضایی در دنیا هست و در حوزه های مختلف سرمایه گذاری خارجی در آفریقا، در خاورمیانه و غیره. به هر حال این گسترش قدرت اقتصادی چین از اینجا شروع شد و به این حوزه ها کشیده شد. اما امروز ما داریم در یک جهانی با یک چشم‌اندازی از چین صحبت می‌کنیم که اولا سیاستمداران چینی مدت کوتاهی نیست که گفتن خب ما واقف هستیم به این که داره جهان از این ظرفیت جذب کردن کالاهای ارزان قیمت چینی اشباع میشه، ما بنابراین می‌خوایم در دهه بعدی تمرکز اون رو بذاریم بر بازار داخلی چین و ما می‌خوایم کاری کنیم که مصرف کننده های چینی حالا این دفعه اولویت اولیه مصرف محصولات چین باشن. اما همونطور که شما فرمودین امروز جامعه چین به دلیل این چشم انداز تقریبا ناپایدار و این نگرانی ها به سمت این میره که بیشتر سرمایه هاش رو حفظ کنه، کمتر خرج کنه و تو آمار و ارقام هم به راحتی این قابل وضوح هست. مثلا در سال 2000 از سال 2016 تا امروز 30% میزان فروش سالیانه خودرو در چین کاهش پیدا کرد. 2016 بعد از اون به مرور در طی 3 سال گذشته در مجموع 30% نسبت به سال قبلش، نسبت به 2000 چین کمتر خودرو خریدن. دقیقاً. و به همین نسبت کالاهای دیگر هم تا حدودی همین وضعیت رو داشته. خب مصرف کننده های داخلی چینی پس اونقدری که دولت چین امید داشت توانایی جذب کالاهای چینی رو ندارن. از سوی دیگر کشورهای خارجی هم که قبلا وارد کننده کالاهای چینی بودن هم این رغبت داره درشون کاهش پیدا میکنه. پس این نیروی ارزان کار، این 1 میلیارد و خورده‌ای جمعیت که خورده ایش از جمعیت ایالات متحده حتی بیشتر هست، در نهایت زندگیشون و امنیت اقتصادی اجتماعیشون به این کارها بستگی داره که تولیداتش دقیقا همینطوره که شما فرمودین به خطر میفته، که این تولیدات این کارها نمیتونه به راحتی فروخته بشه در سطح بین المللی. از طرف دیگه هم نه تنها حالا این میل و رغبت برای ورود کار حالا تحت خطر هست، بحث دیگه که امروز مطرح میشه بحث artificial intelligence یا هوش مصنوعی هست که ربات ها در آینده بسیار نزدیک این پیش بینی میشه که بتونن با توانایی بالاتر، بهره وری بالاتر و دقت عمل بالاتر بتونن تولید کنندگان باشن در صنایع مختلف. خب این هم باز یه تهدید دیگری هست برای چین. تهدید به این معنا که اگر به این سمت بره چین، اون وقت با این همه نیروی کار چی کار کنه؟ دقیقا. بیکاری زیاد میشه. اگر نره از نظر تکنولوژیک عقب میفته. منظورتون اینه؟ دقیقا همینطوره. و حالا علت این که خیلی ها از جمله من نسبت به آینده چین تا حدودی بدبین هستیم اینه که قدرت جایگزینی و سیاست جایگزین معرفی کردن برای این چالش ها برای دولت چین خیلی محدوده. یعنی دولت چین انتخاب خاصی امروز در پیش روش دیده نمیشه که بتونه این مشاغل رو به همین میزان ادامه بده، ایجادشون رو یا حتی شغلهایی که الان وجود دارن رو حفظ بکنن. جواب یا راه حل رهبران چین برای این جور معضلاتی چی هست آقای جلالی؟ بله، شما موضوعات خیلی زیادی رو اشاره کردید. من به طور کلی بگم در از لحاظ سیاست اقتصادی استراتژی چین به قول یه ضرب المثل معروفی دارن، میگن اگه میخوای هر روز ماهی بخوری برو ماهیگیری یاد بگیر. بنابراین اولین به اصطلاح رکن اصلی به اصطلاح استراتژی اقتصادیشون اینه که تمام فوتوفن خارج رو، تکنولوژی، علم و غیره رو مسلط بشن، چیره بشن و یاد بگیرن و این کار رو به صورت هوشمندانه انجام دادن. یعنی اگه کسی میخواد اونجا بره بازار چین رو بگیره، باید بیاد مثلا خیلی چیزاش اونجا مونتاژ بکنه، سوار بکنه، بسازه و خب اینها یاد میگیرن و خودشون به هر حال این مثلا جالبه. من شنیدم که یکی از وجوه مهم سیاست‌گذاری اقتصادی دولت چین اینه که اگر شرکت‌های خارجی میخوان بیان توی چین، باید تکنولوژیشون رو بیارن یاد بدن به نیروی کار ماهر چین. کاملا. فقط در این صورت قراردادها. کاملا. یعنی حتی بزرگ و پیشرفته‌ترین تکنولوژی‌ها، مثلا هواپیماسازی شما نگاه بکنید، مثلا
ایرباس مثلا 10 سال پیش مجبور شده تو تیانجین خط تولیدش اونجا سوار بکنه، بوئینگ مجبور شد همین کارو بکنه جنوب شانگهای، و الان چین داره هواپیمای. ولی این چالشی که خانم بازوبندی گفتن که این نیروی کار عظیم چند صد میلیونی، اولا ممکنه با پیشرفت تکنولوژی ها از جمله هوش مصنوعی ممکنه بخشش بیکار بشه. این خب یک موزل اجتماعی. این ببینید، به خاطر اینکه باید توجه دقیق بکنید، ببینید چین در عرض مثلا پیش بینی میشه در هر 20 سال الان به حد اکثر جمعیتش رسیده، یعنی 1.4 میلیارد تقریبا، یا دو سه سال دیگه میرسه، و پیش بینی میشه که هر 20 سال 100 میلیون جمعیتش افت بکنه. یعنی مثلا اگه ما این رو نگاه بکنیم تا سال 2100 برمیگرده به 1 میلیارد از 1.4 میلیارد. یعنی لازم نیست شغلای جدید اضافه کنن. اولا که بله، اولا جمعیت کاهش پیدا میکنه به صورت محسوسی، دوم اینکه این جمعیت داره پیر میشه. یعنی الان میانگین به اصطلاح یا میدین به اصطلاح سنی چین 37 سال هستش، در از 30 سال دیگه به 47 سال میرسه. خب این یه موزل دیگه است. این یه موزل دیگه. بنابراین اتفاقا اینها کاملا پای به اصطلاح تکنولوژی های خیلی جدید، روباتیکس، نمیدونم آرتفیشل اینتلیجنس، به اصطلاح هوش مصنوعی، تمام اینها میرن، به خاطر اینکه اولا به خاطر اینکه رقابت بکنن تو بازار جهانی باید از آخرین تکنولوژی استفاده بکنن، دوم اینکه از لحاظ نیروی انسانی به هر حال این آینده هم جلوشون هست. یعنی کسری نیروی انسانی رو اینجوری کاملا به اضافه اینکه من یه موضوع دیگه هم اشاره بکنم، اینه که سال 2008 یک نقطه عطفی بود برای چین، چون سال 2008 یادتون باشه رکود اقتصادی شدش، امریکا خیلی وضعش خراب شد، اروپا همینطور، بحران‌های زیادی شد، و اون موقع بودش که رهبری چین این رو درک کردش که واقعا نمیتونه روی این بازارها به اصطلاح خیلی سست هستن. منظورتون بازارهای خارجی، برای کالاهای صادراتی چینه. بله. و به خاطر همین هم هستش که اون طرح به اصطلاح کمربندیشون رو که هم چیز آبی داره هم زمینی داره رو کردن که اون قدرت تولیدی چین بتونه بازارهای بیشتری کسب بکنه، بتونه تمام این کشورهایی که به اصطلاح راه آبی ندارن گیر کردن، یا حتی منابع طبیعی دارن نمیتونن اینو تبدیل به پول بکنن، اینها رو به چرخه‌ای بکشن. بله، که اقتصاد چین درش. بذارید راجع به این پروژه عظیم توضیح بدیم مفصل. همکاران من یه عکس میندازن روی پرده پشت سر من، و اون وقت توضیح خواهم داد. من اینجا یک صفحه چاپیشو دارم. بر اساس این طرح که One Belt One Road نامیده میشه، یه کمربند یه شاهراه، چین از نظر اقتصادی وصل میشه به، یا بیشتر از سابق وصل میشه به جنوب شرقی آسیا، بعد از اونجا مستقیم از راه دریایی به آفریقا. مسیرهای زمینیش هم اونچه که گفته میشه احیای جاده ابریشمه، از بالا یکی از طریق روسیه میره شمال اروپا، و دیگر مسیرها از طریق افغانستان و پاکستان و ایران و آسیای، میشه گفت بخشای دیگه آسیا، میرسه به اروپا و باز هم به آفریقا. اگر همین مسیرها رو ما مسیر گسترش نفوذ بپنداریم، اون وقت بر اساس عکس دیگه‌ای که همکارانم میندازن روی صفحه، می‌بینیم که نفوذ چین چقدر زیاد میشه. این رو یه وبسایت اقتصادی تهیه کرده بود و گفته بود بر این اساس می‌تونیم بگیم که چقدر، همین الان هم البته نفوذ چین در آفریقا فوق‌العاده زیاده دیگه، در آسیا فوق‌العاده زیاده، ولی این نفوذ گسترش خواهد یافت به اروپا و به بخش‌های دیگه. این به ما در مورد چین چی میگه؟ چینی که در حوزه اقتصادی و به دنبال اون در حوزه سیاست خارجی اینقدر داره گسترده عمل میکنه، و این یه طرح عظیم دیگه، طرحی که تا 20-30 سال میلیون ها شغل ایجاد میکنه و صدها میلیارد، بیش از البته 1 تریلیون سرمایه‌گذاری توش هست. بر اساس این به کشورهای آفریقایی کلی وام داده شده از بانکهای چینی. معنیش چه خواهد بود؟ ببینید این طرح به نظر من، منو خیلی یاد چشمانداز سند چشمانداز 20-30 عربستان سعودی میندازه.
یعنی بیشتر یک تبلیغ و یادآور به جامعه جهانی هست که ما اینجا هستیم و میمونیم و نمیخوایم جایی بریم و میخوایم قدرتمون رو گسترش بدیم. و الا اگر شما به این نقشه نگاه کنید، اینها همون نقاطی هستن که الان چین همین امروز هم در این نقاط خیلی فعاله. یعنی اتفاق جدیدی پس قرار نیست بیفته. از بحث سرمایه گذاری هم اگر بخوایم این قضیه نگاه کنیم، که خب به هر حال سرمایه گذاری باید سرمایه تولید بشود در مبدأ که بعد بتواند حرکت کند، درسته؟ و با توجه به تمام این چالش هایی که من عرض کردم، من معتقدم قدرت ایجاد سرمایه و حفظ سرمایه برای دولت چین کاهش پیدا خواهد کرد به دلیل شرایط بین المللی و شرایط داخلی در چین. پس اون قوه محرکه اصلی برای سرمایه گذاری در این نقاط هم یه مقداری با این تهدید دقیقا مواجه میشه. نکته بعدی که ما بهش اشاره نکردیم، حالا شاید تو بحثم خیلی نتونیم وارد جزئیاتش بشیم، ولی من فقط میخوام خیلی گذرا حداقل بهش اشاره بشه تو برنامه، این هست که بحث تهدید اقلیمی و تهدید محیط زیست در چین رو واقعا سیاستمداران چینی جدی نگرفتن در ظرف 40 سال گذشته و جدی هم به نظر نمیاد که خیلی قصد داشته باشن بگیرن. یعنی افول منابع طبیعی در چین که خب حالا منابع آبی، خاکی، کشاورزی و غیره هست، در داخل چین واقعا خیلی چشمگیر بوده. یعنی این همین 1 میلیارد خورده ای که حالا 100 خورده ای میلیاردشون قراره که به مرور از بین برن در طی دهه‌های گذشته، به هر حال احتیاج به غذا دارن و در شرایط امروزه با تغییرات اقلیمی امروزه این به یکی از اگر توسعه هست، توسعه پایدار نیست در چین. ولی من قبل از برنامه یه مقدار نگاه کردم به خبرها و تحلیل‌های مربوط به سیاست زیست محیطی چین. درسته که شهرهای بزرگ چین آلوده است، اما به نظر میاد در زمینه پایبندی به پروتکل‌های زیست محیطی جهانی و برنامه‌ریزی برای اینکه این پایبندی به اقدامات عملی بیانجامه، چین حتی الان داره جلو میفته از خیلی از کشورهای دیگه. آمریکا که عملاً زیرش زد و از پیمان پاریس خارج شد دیگه، در صورتی که چین پایبند به اینها. یعنی اگر بخواید سیاست زیست محیطی رو فارغ از بحث منابع دنبال کنید، ببینید که چین برنامه‌ریزی شده تر داره عمل میکنه. اینطور نیست؟ چین دومین مصرف کننده انرژی های سوخت های فسیلی در دنیا است بعد از آمریکا. بخش عمده ای از این منابع هم از خارج از چین دارن وارد میشن، از ایران. دقیقاً از جمله از ایران. و انرژی مساوی با رشد اقتصادی، میزان مصرف انرژی هرچی بالاتر بره تولید بالاتر، رشد اقتصادی بیشتر میشه، درسته؟ اگر در همین شرایط امروز ما با این سرعتی که داریم میبینیم که شرایط اقلیمی داره تغییر میکنه، ما به نقطه‌ای برسیم در جهان که قرار باشه که همه کشورها تعهدی بدن که میزان مصرف انرژیشون رو به شدت کاهش بدن، چین اولا برای نیروهای جایگزین آلترناتیوی نداره، انتخاب گزینه محکمی در پیش رو نداره، دو اینکه انقدر آینده اقتصادی چین وابسته است و در هم تنیده است با مصرف انرژی که خب یک شوک اقتصادی خیلی شدیدی به چین. که ما میدونیم آمریکا در زمینه سوخت‌های جایگزین به سرعت داره اقدام میکنه و یکی از دلایلی که افزون بر اینکه منابع انرژی خودش زیاده و داره استخراج میشه، یکی از دلایلی که وابستگیش به نفت داره کم میشه همین استفاده از انرژی‌های جایگزینه. در چین نمیبینیم چنین؟ نه نه کاملا اینطور نیست واقعا. میدونید برای اینکه مثلا شما کارشناس انرژی هستید؟ من کارشناس انرژی هستم، بله. و واقعا اولا یکی از کارهایی که اونجا داره میشه جایگزینی به اصطلاح نیروگاهایی که زغال میسوزونن با نیروگاهایی که گاز طبیعی میسوزونن، که خب اونم به هر حال فسیلی هست ولی خب خیلی بهتره. یک دوم اینکه چین اتفاقا مقام اول رو داره در تولید به اصطلاح انرژی آفتابی، انرژی از قوه باد. اینها به اصطلاح از لیدر دنیا هستش، میدونید؟ و این هم نه به خاطر اینکه لزوماً علتی که میره پایین پروتکل ها، دو علت داره. یکی حفاظت محیط زیست در دراز مدت، چون چین همیشه دیده دراز مدت داره، اصلا دیده کوتاه مدت در چین کار نمیکنه. و دوم اینکه این رو به عنوان یک موقعیتی میبینه که بتونه صادراتش رو زیادتر بکنه، یه مقدار اون از اون کالاهایی که به قول شما به اصطلاح نیرو انسانی توش زیاده، یه مقدار هوشمندی و به اصطلاح تکنولوژی و ابتکار اون چیزا توش بیشتر باشه و از این دید هم بهش نگاه میکنه. یعنی فکر میکنین سیاستشون در حوزه انرژی سیاستی است که به توسعه پایدار
می انجامه. معقول هستش، از بیرون میگیرن، مثلا از قزاقستان میگیرن، از ترکستان، از بسات، از خطوط لوله و غیره. و بذارید به یه موضوع خیلی مهم اشاره کنیم، موضوعی که در فضا هست و اشاره نکردن، به قول انگلیسی ها the elephant in the room. ساختار سیاسی چین. شما که میگید اینا دورنگران عمل میکنن، این ساختار سیاسی که درش قدرت اعمال نفوذ میکنه بر سیاست اقتصادی، مثلا ما میدونیم که بزرگترین بنگاه های اقتصادی چین دولتی هستن و وام های گنده بانک ها به اینها داده میشه. درسته. و اعمال نفوذ در این هم انکار نشدنی. این ساختار سیاسی، این حزب کمونیستی که چند میلیون، 90 میلیون عضو داره، آیا این اجازه میده که جامعه چین به سمت توسعه انسانی در همه ابعادش بره؟ ببینید چطوری میشه جواب دادش. اولا اینکه این به هر حال این حزبی که 100 سال قدمت داره تقریبا و در تمام سطوح جامعه هستش، از ده و قریه گرفته تا شهر و بخش و نمیدونم منطقه و استان و غیره و اینها، و به طور کلی اینها یک سیاستی دارن که به اصطلاح بتونن برای مردم از لحاظ معیشتی و از لحاظ خدمات، اون خدماتی که از لحاظ به اصطلاح راه بسازن، نیروگاه بسازن، مدرسه بسازن، بیمارستان بسازن، تمام خدماته. اتفاقا نصف اقتصاد چین الان خدمات هستش، نصف دیگرش روی صنعت و کشاورزی هستش. و خدمات هم یعنی اون سرویس سکتور در واقع چیزی که صادر نمیکنن، خیلی کم صادر میکنن. خب این خدمات دارن به کی میدن؟ دارن به ملت خودشون میدن. بنابراین به طور کلی اون به اصطلاح پیمان اجتماعی چین میگه من به شما از لحاظ معیشتی، یعنی اون حزب کمونیست که به اصطلاح داره هدایت میکنه سیاست و در دراز مدت، میگه من وظیفه‌م اینه که از لحاظ معیشتی مطمئن بشم که مردم بتونن از فقر خودشونو بکشونن. ولی طبقه متوسط چین که به سرعت در حال رشد، هرچند مشکل پسنداز و خرج کردن کم نشان های اینه که این طبقه متوسط هم شاید در حال گسترش سریع نیست، اما به هر حال این ایجاد شده و درسته. یک نیروی قویه، شاید بالاتر از 100 میلیون گفته میشه. خیلی بیشتر. این بیشتر از اون معیشت میخواد. درسته درسته. ولی ببینید به طور کلی میگم پیمان اجتماعی اینها نمیگه، از لحاظ معیشتی و از لحاظ خدمات، از لحاظ به اصطلاح آزادی های اجتماعی تا یک حدی. آزادی های سیاسی چی؟ همین چند هفته پیش من میخوندم که یک استاد دانشگاه خیلی مشهور در چین اومد و انتقاد کرد از آقای شی جینگ پینگ رهبر چین، و بعد از اینکه انتقاد کرد، انتقادش هم در ارتباط با تمدید دوره ریاست جمهوری بود، از کارش تعلیق شد و ممنوع الخروج شد. این چیزا ما رو یاد ایران میندازه دیگه. خیلی از این چیزهایی که در ایران اتفاق میفته به راحتی در چین اتفاق، در چینی که این هم از نظر اقتصادی زیر ساختهای مهم جلوتر رفته، وقتی این چیزا رو میشنوید فکر میکنید تناقض بزرگ دیگه. ببینید از یه طرف هم فراموش نکنیم به اصطلاح زمین های آسیب پذیری داره، یعنی در واقع اون احساس عدم امنیتی که در چین وجود داره، چه شرقش نگاه بکنید، تمام به اصطلاح متحدین و اقمار امریکا هستن، از ژاپن و کره و تایوان و دونم تو به تا استرالیا از یه طرف، و از یه طرف اینکه جمعیتش در شرق هستن، برای که خیلی از مثلا منابع آبی، منابع انرژی اینا در غرب هستش، اینها یک مقداری حد و حدودی میذاره که این حکومت تا چه حد بتونه به اصطلاح مخالفت رو تحمل بکنه. و در کلیت به این صورت هستش شیوه، یعنی هر چقدر اون فضا تشنجش کم بشه، احساس امنیت بیشتری بکنه، مثلا الان حتی امروز با این سفت و سختگیری ها خیلی فرق میکنه با چین زمان ما او، متوجه هستین؟ یعنی اون زمان فقط به خاطر اینکه شما مثلا تحصیل کرده بودید. فکر میکنید در این مسیر داره میره یا متوقف شده؟ چون خیلی ها میگن شی جینگ به شما میرسه، میدونم طولانی شد، نگه داشته اصلاحات سیاسی رو، 7-8 سال پیش امیدهای بیشتری بود دیگه. درسته، به خاطر اینکه الان به اصطلاح بادهایی از جلو داره میاد که به اصطلاح رشد اقتصادی خیلی کند شده، اون مقدار به اصطلاح جواز اقامتی که به دهاتی ها میدن که بتونن بیان تو شهرها دنبال کار باشن خیلی کم شده، و یک موقعیتی، و خب به هر حال این فکر میکنید این موقتیه؟ و من فکر میکنم این موقتیه. خانم بازوبندی، ما داریم راجع به چینی حرف میزنیم که در رقابت با آمریکاست، و آمریکا هم از نظر اقتصادی هم از نظر سیاسی
مشکلات جدی داره دیگه. شما نگاه کنید، اولین انتخاباتی که بعد از اون انتخابات اتفاق افتاد انتخابات کنگره بود و برای اولین بار جوانترین مسلمان ها، یعنی جوانترین زن، زنان مسلمان، زنان تیر پوست و کسایی که از اون الیت سیاسی سفید پوست مردان میان سال با کچلوار، شما هیچ کمتون کچلوار توسی نپوشیده ولی در اصطلاح انگلیسی میگن مردان میان سال در کچلوارهای توسی که تمام مشاغل رو بلوکه کردن به خوشون اختصاص دادن، از اونا گرفته شد. بله، یعنی پس نشون میده که جامعه اگر بخواد از این سازوکار دموکراتیک میتونه برای اصلاح استفاده کنه. درسته هیچ سیستمی سیستم ایدئال نیست، خطرات اون هم در دنیای امروز، خطرات استفاده از اینترنت و حمله های سایبری و غیره و غیره وجود داره که میتونه تغییر بده مسیر نتیجه انتخابات رو، ولی در حال یک انتخاباتی وجود داره که بشه ازش استفاده کرد برای اصلاح. ولی در یک سیستم مثل چین وقتی همه چیز کاملا استاتیک هست، همه هیچ چیزی قدرت تکون خوردن نداره و یک کسی مثل آقای شی میاد و حتی تغییر میده قوانین رو به نفع خودش برای اینکه قدرت اطرافیان خودش رو مقطعی اضافه کنه، در نهایت نشون میده که پس اون اتفاق، من میخوام بگم اون چشم انداز طولانیه، اون سرمایه گذاری طولانی مدت برای آینده، بهبود آینده چین امروز در سیستم سیاسی امروز چین دیده نمیشه. بیشتر به نظر میرسه که رهبران امروز چین دنبال منافع کوتاه مدت خودشون هستن تا به دنبال منافع. سازوکاری که در آمریکا امکان اصلاح باقی میگذاره آیا در چین نیست؟ برای اینکه در چین دنگ شیاپینگ چجوری به قدرت رسید؟ در یکی از همین برنامه‌های پرگار راجع به رهبری سیاسی و کیفیت رهبری سیاسی صحبت می‌کردم، یکی از مهمانان برنامه خوب گفت دنگ شیاپینگ پشت پرده وارد شد و تونست با چانه‌زنی، با ائتلاف سیستم سیاسی چین رو به سمتی ببره که اصلاح پذیر شد بدون اینکه اتفاق خاصی در سطح جامعه بیفته، بدون تنش، و در مراحل بعدی این ادامه پیدا کرد و زمان دنگ شیاپینگ به شکل باثباتی همون مسیر ادامه پیدا کرده، وگرنه به این اقتصاد اینها نمیتونستن دست پیدا کنن. آیا میشه گفت سیستم چین واقعا استاتیکه کامل؟ سایه عظیم و عمیق اون ایدئولوژی کمونیسم، حالا که کاملا همونطور که آقای جلیلی فرمودن از اون ایدئولوژی کمونیسم زمان ماو کاملا فاصله گرفته، یک موجود جدید با یک سری خواص جدیده، ولی به هر حال حاکمیت و سایه ابدی این تئوری فکری، این ایدئولوژی در سیستم چین به نظر من باعث میشه که این سیستم در نهایت خیلی استاتیک عمل کنه. دقیقا مثل اینه که همه افراد باید در نظام جمهوری پایبند به ولایت فقیه باشن، یعنی هیچ کسی اگر بخواد خارج از این فضای فکری انتخاب بشه یا حتی عقایدش رو بخواد فقط بروز بده با سرکوب شدید مواجه میشه. پس این خیلی به نظر من دموکراتیک نیست. آقای جلالی، این اقتصاد که کاپیتالیستی و الزامات خودش داره و این سیستم سیاسی که به گفته خانم بازبندی برای ایدئولوژی فوق‌العاده محدود کننده و سواره، یه جایی با هم دیگه تصادم نخواهند کرد؟ ببینید، سیستم کاپیتالیستیه که دولت داره هدایتش میکنه، یعنی درست همونطور که تو غرب هم اول اینجوری شروع شدش که تونستن اون تاسیسات و اینفراستراکچری که لازم داره بسازن و بعد بر اساس اون بعد کم کم بخش خصوصی رشد بکنه و رول بیشتری بازی کنه و شرکت ها و غیره. با این تفاوت که در غرب اتفاقی که افتاده، شرکت ها به خاطر اون قدرتی که میتونن، نفوذ سیاسی که دارن اتفاقا به صورت لابی و مثلا از دوران رونالد ریگن 40 سال پیش، یعنی واقعا فرق نمیکنه دموکرات ها بردن یا جمهوری خواها بردن، یک سیاست واحدی رو دارن دنبال میکنن که سرمایه و سرمایه گذار خیلی به دست بند و بند نبندیم دستش رو، آزاد بگذاریمش. با این دید ایدئولوژی که این در نهایت برای جامعه خوب خواهد بود، رشد اقتصادی خواهد شد، بیکاری کم خواهد شد، رونق اقتصادی و همه از همین نتیجه خواهند، ولی در نتیجه عکس دادش. چرا؟ چون سرمایه میخواد بره اونجا که از همه کم هزینه تره، شرایطش از همه بهتر هستش، کمتر مالیات میده، میتونه مثلا فرض کنید در آسیا، در چین، اصلا چرا چین این پدیده به وجود اومد؟ سرمایه خارجیه. حتی امروز هر سال 150 میلیارد دلار سرمایه از خارج داره وارد چین میشه.
یعنی مثلا سرمایه چی؟ سرمایه امریکایی، اروپایی، ژاپنی، تایوانی و فرار میکنه شدید. یعنی سرمایه داران چینی امروز به نسبت 5 سال گذشته بیشتر تمایل دارن برای اینکه سرمایه‌شون از چین خارج کنن به دلیل این عدم اطمینانی که به چشم میاد. این بر اساس آمار ارقام موجوده. بله بله. این جالبه، سرمایه داران چین دارن ببینید سرمایه داران چین اگر سرمایه داری در چین در درجه اول دست دولته، بخش خصوصی بخش خیلی کوچکتری داره. درسته سرمایه داری هستن که میرن میخوان برن اروپا، میخوان برن مثلا تایوان یا جاهای دیگه، ولی در کل جهت به اصطلاح رفت آمد سرمایه به داخل چین هستش، به خاطر اینکه کارگاهایی که داره، اون تأسیساتی که داره، اون شرایطی که به اصطلاح چیز میکنه برای سرمایه، خب خیلی با منفعته، خیلی. و این در واقع برمیگرده به اون نکته، یکی از نکته که شاید اشاره نکردیم اینه که یکی از اهرمایی که چین داره در مقابله کردن با اینکه حالا مثلا اینا میخوان تعرفه ببندن یا جلو بازار رو بگیرن، خب چین با اونها هم داد و ستد میکنه، از اونها هم خرید میکنه، از امریکا میخره، از ژاپن میخره، از آلمان میخره. اضافه اینکه و این نباید ناگفته بمونه، خیلی پدیده جالبیه، چین بدهی های آمریکا رو میخره، یعنی بزرگترین بانک آمریکا چینه، میره در آمریکا بدهی آمریکا رو میخره، سرمایه هنگفتی در اونجا داره بالای 1 تریلیون دلار، برای اینکه پول آمریکا رو قوی نگه داره. و دلیلش اینه که در این صورت صادرات چین بهتر خواهد صرفید برای صنایع چین. این به ما چی میگه؟ یعنی در داخل آمریکا یک مثل یک پتک بزرگه دیگه. خیلی ها میگن سرمایه‌ای که عربستان در آمریکا داره محل لابی، که در واقع حوزه کاری شما بوده دیگه، خب چندین برابر اون سرمایه‌ای که چین در آمریکا داره. این به ما چی میگه در مورد قدرتی که چین میتونه اعمال کنه بر اقتصاد آمریکا؟ ببینید سرمایه گذاری در اون به این شکل میگم بدهی های دولت، یعنی باند یا اوراق، بله اوراق بهادار بانک مرکزی آمریکا رو که هر کسی میتونه بره بخره، چین هم رفته خریده. خب علت اینکه چین رفته در وهله اول این اوراق رو خریده این نیست که دنبال این بوده که بتونه بعداً به آمریکا ضربه بزنه، بیشتر علت اصلیش نشون میده که در تمام اشکال مختلف سرمایه گذاری در دنیا این اوراق به یکی از مطمئن ترین و با اعتبار ترین و با سود نسبتا ثابت و پایداری هستند که همه سرمایه گذاران بین المللی من جمله عربستان دنبال این بودن که در طی سالهای مختلف برن و در این اوراق سرمایه گذاری کنن. این نمیتونه مایه اعمال نفوذ چین بر اقتصاد آمریکا باشه؟ میتونه از این به عنوان یک خطر صحبت میکنن، اما من معتقدم که خب چین الان فرض کنید که اون 1 میلیارد رو میخواد همین امروز بره همه رو نقد کنه، دولت آمریکا رو 1000 میلیارد حدود 1000 میلیارد حالا بذارید معذرت میخوام، بله اجازه بدید مثلا فرض کنیم فردا صبح دولت چین یه نماینده میفرسته با چمدون بانک مرکزی آمریکا، میگه همه اینا رو نقد بدید. خب بعد این پولا رو چین چه انتخابی، چه گزینه‌ای برای سرمایه‌گذاری برشون داره؟ یکی از سوال‌هایی که همیشه مطرح میشه در جواب این سوال این هست که گزینه جای گزینی در سطح بین المللی با این اعتبار و با این بازگشت سرمایه ما نداریم. آقای جلالی، راجع به نفوذی که مدل چینی داره در جاهایی که چین سرمایه گذاری میکنه صحبت کنیم. آیا مدل چینی برای کشورهایی که سرمایه گذاری چین رو توشون میبینیم، ایران، جای دیگه خاورمیانه، آفریقا، واقعا مدل جذابی هست؟ از دولت ها بگذریم، دولت ها منافعشون این است که با چین رابطه رو حفظ کنن. جالبه خیلی از دولت هایی که هیچ حرفی راجع به مسلمان های چین نمیزنن دولت های اسلامی هستن. اما ما راجع به نفوذ در جامعه حرف میزنیم. جامعه ایران با کالای چینی آشناست، آیا این باعث شده که مدل چینی جذاب باشه برای ایرانی ها؟ و مثل ایرانی ها زیاد داریم ملت هایی که میخوان به سمتی برن که توسعه انسانی در همه ابعادش رو ببینن. اونجایی چین نفوذش بیشتره که کشورها بیشتر محتاج هستن. یعنی اگر هیچ گزینه دیگه ای نداشته باشن، یعنی هیچ نوع توسعه اتفاق نمیفته، یا آفریقا. بله، یا آفریقا، و آفریقا رشد خیلی بالایی داره، جمعیتش هم شبیه چینه، بنابراین نباید دست کم گرفتش، میدونید. بنابراین بر اساس این خب میگن خب چرا که نه، این
به هر حال این یک اینفراستراکچر یا تاسیساتی است که میمونه، حالا ممکنه 30 سال 40 سال 50 سال هم کنسسیونش امتیازش دست اینها باشه، ولی خب به هر حال دیگه برای مملکت. نتیجه که از حرفای شما میگیرم اینه که برای ممالکی که خودشون ثروتمند هستن و ایران یک مملکت ثروتمنده به خاطر هم منابع طبیعی هم نیروی کار، یعنی جمعیتی که ماهر، برای این ممالک شاید چین چیزی نداره به عنوان الگو. چرا برای اونها من فکر میکنم به اصطلاح یادگیریه، به قول همون میگم مثال ماهیگیری، ماهی میخوای بخوری ماهیگیری یاد بکنی. یعنی اولا اون ما یه سری تکنولوژی در ایران نداریم، مثلا ما این هم گاز داریم ولی تکنولوژی که این گاز رو مایع بکنیم نداریم، میدونی؟ خب این خیلی چین داره این تکنولوژی رو به ایران بده؟ بله اتفاقا چین، چون شما متخصصی نصیب، خیلی کوتاه میخوام اگر لطف کنید به جواب بدید، چون خیلی هم میگن مشکل صنعت نفت و گاز ایران اینه که اگر به سرمایه‌گذاری غربی رو نیاره دچار مشکل میشه، برای اینکه سرمایه‌گذاری و تکنولوژی شرقی چین مثلا خیلی نمیتونه کمکش کنه. چین تمام تکنولوژی غرب رو گرفته، ممکنه مثلا تکنولوژی ژاپنی رو میخواد، ممکنه ژاپن بهش نده ولی از کره میگیره، از تایوان میگیره، میدونی؟ یعنی خیلی دیده خیلی استراتژیکی داره. من معتقدم که پایگاه اجتماعی چین به عنوان یک قدرت اقتصادی بین‌المللی در کشورهایی که چین نفوذ اقتصادیش رو گسترش داده خیلی پایینه. علت اصلیش هم این هستش که چینی ها از اون مقصد سرمایه گذاریشون همیشه برای ایجاد شغل برای خود چینی ها استفاده کردن. نه اگه قرار باشه همون جوری که شما فرمودید مثلا بیان سدی بسازن، راهی بسازن، میان کارگر چینی وارد میکنن، برای حتی آشپز چینی میارن، یعنی حتی حاضر نیستن هیچ نیروی کار محلی رو وارد این پروژه ها بکنن. و دوم اینکه از این مقاصد برای پایگاه برای فروش اجناس درجه دو و سه و ارزان قیمت و اجناس مختلف چینی استفاده میکنن. یعنی هر جایی در آفریقا اگر که شما خودتون صاحب نظر هستین، هر جایی از آفریقا اگر پروژه چینی ها داشتن، یه تعداد زیادی مغازه‌ای که اجناس چینی از عروسک پلاستیکی گرفته تا پوشاک تا مواد غذایی میفروشن ایجاد شده، راه انداخته شده. و بنابراین چینی ها روش استراتژیشون اینطوری بوده که خیلی هم براشون مهم نیست که جایگاه اجتماعی داشته باشن یا نداشته باشن. من این رو به کرات از تحلیلگران، آدمای آکادمیک، حتی از کسایی که مربوط در مثلا مؤسسات تحقیقاتی و اتاق‌های فکر وابسته به دولت چین در جلسات مختلف کنفرانس‌ها جای مختلف دنیا دیدمشون، این رو شنیدم به کرات که ما احتیاجی نداریم که بریم دنبال پایگاه اجتماعی اون مثلا برندی که مثلا آمریکا برای خودش ایجاد کرده تو خاورمیانه، چین هیچ وقت نخواهد داشته و ما خیلی دنبالش هم نیستیم که داشته. گفته خیلی مشهوری در این زمینه که البته از یک سیاست مدار غربیه، نمیدونم دقیقاً کی بود اینو حرف زد، ولی خود این گفته تو ذهن من هست که خیلی مهمه. گفته بود چین سیاست خارجی نداره، چین سیاست منابع طبیعی و سرمایه گذاری داره. یعنی سیاست خارجیش به سمت اعمال نفوذ، نمیدونم اعتبار، اینجور چیزها نیست، ارزش‌هایی که داره رو به سمت این چیزها نیست، در واقع دنبال منافع اقتصادی میگرد. ولی همه این به گفته آقای جلالی میتونه معنیش این باشه که چین انقلاب نمیخواد صادر کنه، ارزش‌های خاص خودش رو نمیخواد صادر کنه و این باعث میشه که دولت‌ها کمتر در مقابلش موضع دفاعی بگیرن دیگه، در صورتی که آمریکا میخواد ارزش‌های دموکراتیک رو صادر کنه اگر جنگ نکنه از طرق دیگه، و این در واقع خیلی از دولت‌ها و حتی ملت‌ها رو در موقعیت دفاعی قرار میگیره دیگه. خیلی از تنش‌های خاورمیانه، خیلی از جنبش‌هایی که ایجاد میشه از همین سرچشمه میگیره. حالا بحث تأثیر سیاسی یه بحثه، تأثیر اجتماعی یه بحث دیگه است. اون بعدی رو که من دارم بهش اشاره میکنم بیشتر بعد اجتماعی قضیه است. درسته صادر کردن دموکراسی و همه کشورهای جهان رو یه مدل سیاسی بهشون دادن که تقریبا اولویت دولت آمریکا بوده برای چند دهه گذشته، شاید تو لیست اولویت های دولت چین نباشه و هیچ وقت در آینده نزدیک اینا به این لیست اضافه نشه، اما آموزش نیروی کار محلی، کمک به
به توسعه نیروی کار محلی، کمک به جهانی شدن نیروی کار محلی، حمایت از اینها هم اولویت نیستن. و به نظر من سرمایه‌گذاران دیگه، سرمایه‌گذاران مثلا اروپایی، آمریکایی و سرمایه‌گذاران دیگه تو این حوزه ها از چی به مراتب موفق تر بودن. من فکر می‌کنم برای هر کشوری باید استراتژی خودش رو داشته باشه، و خب چین یک به اصطلاح بازیکن خیلی مهمیه که میتونه کمک بکنه که این کشورها یه مقدار تأسیسات خیلی پایه‌ای، مثلا ما تو ایران تأسیسات جنوبمون خیلی ضعیف هستش، در حالی که راه دریای ما از جنوب هستش، یا مثلا اتصال ما با آسیای مرکزی خیلی ضعیف هستش، در حالی که این یک به اصطلاح پل خیلی مهمی هستش برای این شاهراهای بازرگانی و کالا و چیزهای دیگه. و بنابراین با این دید به هر حال اینو کمبوداش رو جبران بکنه، و اگر بنیه داره خب به یک معامله بهتری بکنه، میدونید، یعنی نره زیر قرضهایی که نتونه پس بده، بعد مجبور بشه امتیاز مثلا بنادرشو یا راهاشو یا جادههاشو بده. و بنابراین این دیگه برمیگرده به استراتژی هر کشوری. ولی یعنی شما فکر میکنید ساخت یا گسترش زیر ساخت ها که چین در خیلی از کشورها انجام میده، این خب برای منافع استراتژیک خودشه، ولی در این حال باعث نفوذ چین خواهد شد؟ مسلمه. یعنی اون تصویری که ما انداختیم در مورد راههایی که در این پروژه ایجاد خواهد شد و زمینای نفوذ، فکر میکنید واقعیه؟ من فکر میکنم واقعیه. البته اون تصویری که شما نشون دادید، من فکر میکنم شاخه اصلی شاخه آبیش هستش. درسته، به آفریقا میره. بله، به آفریقا میره، از اونجا مواد خام میگیره، انرژی میگیره از خاورمیانه و از اقیانوس هند به اقیانوس به اصطلاح آرام راه پیدا میکنه، و این از هر دو طرف باید این رفت و آمد بدون هیچ نوع به اصطلاح اینکه مختل بشه، چون متجسد. این ترس خیلی بزرگی که چین داره. بله، من از خانم بازوبندی در مورد مشکلات دموکراسی، از جمله مشکلات در انتخاب کسانی که ممکنه نقض قرض باشه، یعنی به خود اون ساز و کار ضربه بزنه، پرسیدم. ولی از شما این سوال رو بکنم در مورد رهبران چین. به طور کلی ساختار سیاسی این هستش که حزب خط مش رو تعیین میکنه و دولت اجرا میکنه. یعنی خب در مورد رهبران میخوام بگم، اونهایی که و اون کسایی که به اون بالا میرسن، کسایی هستن از اون پایین شروع کردن. یعنی یک دوره‌ای بودش که به اصطلاح اینها کسایی بودن که مثلا پدرانشون مثلا توی ارتش سرخ بودن یا با همرزمان ماو بودن، غیره، اینا می اومدن بالا. ولی شی جین پینگ مثلا پدرش مثلا وایس پرمیر بود، یعنی معاون شخص دوم مملکت بود سال 60، ولی خب گذاشتنش کنار و این به خیلی به ضررش شد، میدونید. یعنی بعد از اون پایین میومد، زحمت میکشید بیاد بالا. یعنی آقازاده بودن به ضررش تموم شد. یازده بار به اصطلاح تقاضا داد که عضو حزبش بکنن، بعد خب بعد بره یک سال مدرسه بره، امتحان بگذرونه، و دست تو توه پایین. اتفاقا حزب خیلی دموکراتیکه، یعنی ممکن این حرف خیلی الحاد به نظر برسه، ولی در دهات و اینها واقعا اون سیستم کت خدایی قدیم و کامینال و اینها هنوز خیلی چیز هست. در سطوح بالاتر این خیلی عوض میشه، به قول معروف میگن سندروم شیکاگو میشه، باندبازی میشه، اینجور چیزها میشه. ولی اینها بعد از اون پایین لیاقت خودشون نشون بدن، و هر منطقه یک سری اهدافی داره. در دهات مثلا باید جاده کشیده بشه، پل کشیده بشه، مدرسه ایجاد بشه، غیره. و در سطوح بالاتر چیزهای بیشتر، و اگر به اون اهداف رسیده باشن بله، و اینا کاملا ترک میشه. من در بیوگرافی شی جین پینگ خوندم، کسی که الان رهبر چینه، که یکی از دلایلی که رشد کرد این بود که منطقه‌ای که درش حالا یا فرماندار فوجیان. یا بله اون منطقه رشد قابل توجهی کرد به دلیل ابتکارات اقتصادی که از خود این آقا سرچه میگرفت، ابتکاراتی که در نتیجه تجارت با هنگ کنگ بود، با تایوان. تایوان ببخشید. در واقع اینا بر اساس لیاقتشون رهبر میشن. صحبت ایشون اینه، لب کلامش. پدیده آقازاده بودن، پدیده فساد اقتصادی، پدیده رشوه دادن، پدیده دست درازی به اموال دولتی، اینها چالش‌های جدی و بزرگی هستند که در سیستم اقتصادی و مالی چین، دولت چین حداقل به شدت چشمگیرن. و من معتقدم خب تمام این پدیده‌ها پدیده‌هایی هستند که پدیده ضد دموکراتیکن، نه دموکراتیک. اینکه این افراد بعضیشون حالا از پایین مثلا این راهشون رو میسازن و میرن بالا، در یک جامعه مثل جامعه چین که برای بقایش به رضایت و امنیت اجتماعی در اون لایه‌های دورتر از قدرت مرکزی، لایه‌های دور از پکن و در استان‌های مختلف احتیاج داره، در این شکی نیست. خب
اما در نهایت سیستم سیاست گذاری و اجرایی در چین از بالا به پایین، نه از پایین به بالا. من کاملا با این قضیه مخالفم که یعنی نیازهای سطح روستایی سیاست کلی رو در رأس هرم قدرت سیاسی شکل میده. نه، من معتقدم رأس هرم قدرت سیاسی اولویت بندی میکنه نقاطی رو که هنوز پتانسیل رشد دارن رو شناسایی میکنه و اون مردم محلی با تن بدن دقیقا به الزامات. اونها رو مقصد این سیاست ها میذاره و خب طبیعتا وقتی که یک استانی که حالا بر اساس سیاست کلی دولت مرکزی اولویت بندی شده که درش سرمایه گذاری بشه، وقتی سرمایه گذاری توش اتفاق بیفته، شغل جدید زیاد بشه، مردم درآمدشون بره بالا، سطح زندگیشون بره بالا، طبیعتا اون مردم رضایت بیشتر اجتماعی خواهند داشت نسبت به اون سیاست ها. و این لوپه، این دایره، حلقه به نظر من دقیقاً شروعش از رأس هرمه و خب به هر حال این بازخورد وجود داره، یعنی اون رضایته و اون فیدبکی که این سیستم میده به رأس هرم قدرت نمیشه انکار کرد، اما شروعش همیشه از لایه‌های بالاتر به نظر من. آقای جلالی، میانگین درآمد سرانه در آمریکا 62,000 دلاره، این میانگین در چین 18,000 دلاره. به صورت معرف قدرت خریدی این فاصله رو چین چقدر باید تلاش کنه که پر کنه با این جمعیتی که داره، اگر بخواد در واقع به قدرتی تبدیل شه، نه فقط از نظر اقتصادی، از نظر اجتماعی، از نظر در واقع بافت جمعیتی، با حداقل به اون حد برسونه دیگه. من فکر نمی‌کنم 18,000 دلار تا 62,000 دلار خیلی. بله. من فکر نمی‌کنم در استراتژی رهبری چین این باشه که مثلا بشه مثل امریکا. چون اینقدر واقع بین هست بدونه که امریکا یک ویژگی هایی داره از لحاظ جغرافیایی، از اروپا، از آسیا دور هستش، تو محوطه خودش خیلی به اصطلاح احساس امنیت داره و خب یه موقعیت خیلی ویژه‌ای داره، در که چین خب اون طرفش روسیه است، اون ور هنده، اون ور ژاپنه، و قدرت‌های بزرگی هستن. بنابراین هدف کلیش اینه که از اونجایی که هست بره جلوتر، میدونید، و به اصطلاح و مخصوصا الان مثلا 60% مردم الان شهرنشین هستن، 40% الان تو روستاها هستن و اینا اکثرا در فقر زندگی میکنن. یعنی باید بتونه این افراد رو بکشونه به اصطلاح از زیر خط فقر بکشونه به بالا، و این رو هم به اصطلاح باید به صورت منظم انجام بده. نمیتونه یک طوری باشه که به اصطلاح هر منطقه، هر استان، هر کاری میخواد بکنه، از زیر سیگنال میگیره ولی خب اونجا یه جوری سرجم میشه و بعد برمیگرده به عنوان یک سیاستایی و این همطور به جلو عقب میره. بدبینی من بیشتر برمیگرده به اینکه انتخاب پیش روی دولت چین امروز با شرایط فعلی جهانی خیلی محدوده. این احتمال رو من نمیخوام کاملا منکرش بشم که شاید در میان مدت یا کوتاه مدت بتونن دولت چین یک سیاستهایی رو معرفی کنه که این قضیه رو به تعویق بندازه، یعنی افول اقتصادی و نفوذ اقتصادی چین رو در سطح بین‌المللی به تعویق بندازه، ولی امروز با شرایطی که من میبینم در نهایت من معتقدم که انتخاب پیش رو به شدت محدود هست برای دولت چین، مگر اینکه شرایط یه تغییر اساسی باشه. خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم. ممنون از شما که پایین بحث نشستید و ممنون از مهمانهای برنامه، یونس جلالی و سارا بازوبندی. پرگار را پیش از پخش از تلویزیون روی یوتیوب منتشر میکنیم تا اگر مایلید اون رو شنبه ها زودتر ببینید. هم پرگار تلویزیونی و هم پادکست، یعنی نسخه شنیداری پرگار، در وبسایت BBC فارسی منتشر میشه. پادکست برنامه که اندکی طولانی تره و صحبت خودمونی بعد از خاموش شدن دوربین ها به اون اضافه میشه رو در کانال تلگرام بخش فارسی BBC هم میتونید دریافت کنید. ضمناً این چند دقیقه اضافه پادکستی رو به طور تصویری روی اینستاگرام BBC فارسی هم به تازگی میتونید ببینید. شب و روز بر همه شما خوش.